آقای دکتر اسدی، نقد ها و نظراتتون راجع به کانال یک چه به عنوان همکار و چه به عنوان بیننده، کجا میبینید این شبکه رو؟ چگونه دعوت به همکاری رو پذیرفتید؟ بفرمایید، در خدمتتون هستم. بله، یک به یک. این که چگونه دعوت به همکاری رو پذیرفتم، شما با مهر اینو میگید. من تقاضا کردم و شما پذیرفتید زمانی که دانستم این امکان در کانال یک هست. دو دلیل عمده داشت تقاضای من برای اینکه به من فرصت این برنامه داده شود. یکی اینکه میگفتم در این مبارزه‌ای که ما برای دموکراسی در ایران داریم، مهمترین پیامی که میتوانیم به هم میهنان برسانیم این است که آن چرا که ما قول و وعده آن را میدهیم، ببینید امروز بین خودمون اون کار رو داریم انجام میدیم. فراتر از این که همه رو گرد یک اندیشه جمع بکنیم، بلدیم ما ایرانیان کنار هم زندگی کنیم. خب این فضایی بود که تلویزیون شما امکانش رو میداد. آقای دکتر، میخواید که شما یه لیوان آب میل بفرمایید با آقای احمدی ادامه بدیم؟ شما گلوتون مثل اینکه چیزی؟ بله، من الان یه گوشه خونه رو پیدا کردم تا بخوام برای آب بگیرم، بیام مشکل درست بفهم. بله، نکته دومم این بود که من همواره فکر میکردم جای یک اندیشهی در بازار و سپهر سیاسی ایران خالی است. اندیشه مشروطگی، اندیشهی فراتر از پادشاهی و جمهوری، اندیشه حاکمیت مردم و بعد واگذاشتن انتخاب به مردم. به ویژه این اندیشه مشروطگی برای من از این رو مهم بود که رنگ و بوی ایرانی داشت، یعنی تجدد و مدرنیته و دموکراسی رو در صدر مشروطه، ایرانیان صدر مشروطه، مادران و پدران مشروطه ایرانی کرده بودند، فارسی کرده بودند. بسیاری از این تلویزیون ها به من قول و قراری داده بودند که این امکانو به من بدن که ندادند نهایتا، و این فرصت رو در کانال یک شما پیدا کردم. یک نکته آخر بگم و صحبتون بلند نشه. حتی یک کدوم از این تلویزیون ها که شایسته نیست که من نام تلویزیون ایران اینترنشنال رو ببرم، حتی شمار مصاحبه هاشو با من بسیار بسیار کمتر کرد از اون زمانی که این برنامه رو من در تلویزیون کانال یک براه انداختم. در خدمتتونم. بذارم که اسم نیوردید. خیلی متشکرم.